و شوربختا که هر سال که میگذرد گویا زندگی ما بدتر می شود. شاید نه زندگی یکایک ما، بلکه زندگی جمعی ما. هر سال که میگذرد نگاه میکنیم و میبینیم که شاید اندکی به پس هم رفته باشیم، تا جایی که این پس رفتگی ها و گرفتاری ها به یک رشته سرخوردگی های اجتماعی می انجامد و انسان ها رو ناامید میکنه از آینده. من در این یکی دو روز گذشته در گفتگوهایی که با دوستان نزدیکتر یا خویشاوندان یا دوستداران در ایران و بیرون از ایران داشتم، جدا احساس کردم که این لحن ناامیدی، این تنین ناامیدی در صدا و در بیان خیلی از دوستان آشکار است و این برمیگردد به اینکه هنگامی که 30 سال پیش جمهوری اسلامی در ایران پا گرفت، بسیاری از ما گمان نمی کردیم که این حکومت بتواند تا این اندازه پایدار بماند و خیلی ها روز شماری می کردند، برخی ها هفته شماری و ماه شماری می کردند، اونهایی که درایت بیشتری داشتند شاید سال شماری می کردند. من از شمار کسانی بودم که نسل شماری می کردم و می کنم و بر این باور بوده و هستم که رویدادهای بزرگ و کلانی مانند یک انقلاب اجتماعی، یک جنبش نیرومند اجتماعی به یکی دو نسل برای دگرگونی نیازمند است، مانند دگرگونی هایی که در اتحاد جماهیر شوروی پس از چندین نسل روی داد، پس از نسل انقلاب اکتبر رفته رفته نسل های تازه تری پدیدار شد و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و کشورهای تازه‌ای به وجود آمد. بگذاریم که در بسیاری از این کشورهای تازه پا هم هنوز مردم روی آسایش و دموکراسی رو ندیدند و چه بسا که خواهندی، چون در این مسیر گام برمی دارند. دگرگونی های تاریخی شبانه و روزانه نیست، بلکه زمان زیادی می خواهد تا به انجام برسد، چه انجام نیک چه انجام بد. ما این سفر تاریخی خودمان را برای دستیابی به ارزش های نو 130-150 سال پیش آغاز کردیم و در انقلاب مشروطه پدران و مادران ما بر این باور بودند که شاید راهی رو باز کردیم برای دستیابی به یک دموکراسی ماندگار، به یک ایران نو، به یک ایران متجدد به گفته اون زمانی ها. و شوربختا که چندین بار این انقلاب مشروطه با بن‌بست و گرفتاری ها روبرو شد، از همون آغاز یک سال پس از فرمان مشروطه که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، پس از آن بازگشت همان شخصیت هایی که در دوران خودکامگی جایگاه بلندی داشتند دوباره به بلندای سیاست و اقتصاد ایران، و پس از اون هم دوران خودکامگی پس از کودتای 1299 و فراز دولت نو در ایران، با همه گرفتاری ها و پیشرفت ها و پسرفت ها به هر روی ما همچنان مانده ایم و کشوری همچنان یک پارچه داریم و در بخش دوم برنامه من به این خواهم پرداخت. ولی اجازه بدهید که در بخش نخست این برنامه، در یک کلمه نخست برنامه، داغی رو تازه کنم از این رویدادهای بسیار غم‌انگیزی که در بلژیک در بروکسل روی داده. من دورانی رو در بروکسل زندگی کردم و این است که یک خویشاوندی دوری هم با این شهر دارم و بسیار برای من چه رویدادهای پاریس که در اون سالیانی رو زیستم و سخت به این شهر مهر می‌ورزم و چه به بروکسل که در اونجا هم زندگی کردم، اینها یک نوع خویشاوندی با خود من هم دارد. یعنی این جایهایی که این رویداد تروریستی در این چند روز گذشته روی داده، به وقوع پیوسته، خب من به یاد دارم و میشناسم و از نزدیک اینها رو دیدم. اما جدا از این که من چه میاندیشم و چه احساسی دارم، بیشتر باید به این بیاندیشیم که چه اندیشه‌ای، چه باوری یک گروهی از انسانها رو بران می دارد که نسبت به مردم کشوری که اونها رو با آغوش باز پذیرفتند، به آنها خانه دادند، زندگی دادند، امکان رفاهی دادند، اونها رو هم میهن خودشان خواندند، با همه گرفتاری های نابرابری که در این کشورها وجود می دارد، چه انگیزه ای، چه
درجه ای از فقدان احساس انسانی می تواند کسی رو برانگیزد که به یک تروریسم کور علیه میزبان خودش، علیه کشور خودش دست بزنه. من بیان که بخواهم پشتیبانی کنم یا این کار رو درست بدانم، میفهمم هنگامی که یک گروه سیاسی می رود در یک مرکز نظامی یک حکومتی که با او درگیر است، مثلا بمبگذاری می کنه. کار بسیار زشت و ناپسندی است، ولی می توان دست کم منطق پشت این کار رو فهمید. می توان فهمید هنگامی که اسرائیلی ها و فلسطینی ها سالیان درازی با یکدیگر درگیر هستند، اسرائیلی ها به اون مراکزی که گمان می کنند نخبگان دولت حماس یا گروه های مخالف دولت اسرائیل در اونها آماده کارهای تروریستی هستند، به اونها حمله بکنند یا اونها رو با موشک بزنند. و باز هم می توان فهمید که گروه های مخالف دولت اسرائیل مثلا بروند یک پادگانی یا یک جای نظامی بمبگذاری کنند. نه اینکه این کار ستودنی باشد، کار بسیار نادرستی است، اما منطق اون رو میتواند انسان دریابد که یک جنگ سیاسی است. و با همه نادرستی های این جنگ سیاسی، یک منطقی در پشت اون هست که کسانی بر ما چیره هستند، حالا درست یا نادرست، ما هم میرویم و به کانون چیرگی اونها حمله می کنیم. درگیری هایی که میان دولت بریتانیا و ایرلندی ها وجود داشته سالیان درازی. اما منطقی در این نیست که شما دست به یک تروریسم کوری در یک فرودگاه، در یک ایستگاه مترو بزنید. انسان های بیگناهی که شاید برخی از اونها حتی مسلمان هم باشد به نام اسلام بکشید. آدم هایی که می روند به سر کار یا سفر می کنند، هیچ نقشی در زندگی یا گرفتاری های شما نداشتند، اینها رو تباه و پرپر می کنید. چه منطقی در این کار وجود دارد جز آدم کشی؟ اما منطق اتفاقا بزرگتری در این کار درگیر هست که ما رو می رساند به سرنوشت خود ما در ایران. نیک بنگرید که چه چیزی در پشت این کارهای تروریستی نهفته است. من هرچه در این رسانه ها میخوانم و میبینم و میشنوم، بیشتر در میابم که حتی نخبگان نظریه پرداز غربی هم موضوع رو در نیافتند. گمان میکنند که مسئله درگیری با جریانی مانند داعش یا جریان هایی که پیشتر بودند مانند القاعده یک مسئله امنیتی است که باید از راه امنیتی و ایمنی اونها رو از پای درآورد. بمباران کرد و اونها رو شکست داد. خب البته رفتار نظامی در شکستن مخالفان و دشمنان یکی از راهکارهاست، اما این هنگامی موفق می شود که شما با یک نیروی نظامی روبرو هستید. یک نیروی نظامی به جنگ یک نیروی نظامی دیگر برخواسته و یکی از این دو نیروی نظامی بر دیگری چیره می شود، مانند جنگ به راستی یک سویه نابرابر دولت ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش با دولت عراق، یعنی دولتی که فرو افتاد، دولتی که سقوط کرد، دولت پیشین عراق، صدام حسین و یارانش. خب این یک جنگ نظامی بود. در این جنگ نظامی پایگاه‌های امنیتی، نظامی، اطلاعاتی کشور دیگر رو مورد حمله قرار دادند، ارتشیان رو کشتند و سرانجام بغداد رو گرفتند و سرتاسر عراق رو برش چیره شدند. جنگی که امروز در خاورمیانه در جریان است، جنگ نیروهای نظامی نیست و اینجاست که باید دنیای غرب و دنیای شرق و اصلا ما همه انسانهایی که به آزادی، به دموکراسی، به زندگی انسانی میاندیشیم بیدار شویم. ما با یک جنبش نیرومند دینی رو هستیم. این جنبش نیرومند دینی نزدیک به 40 سال پیش در واقع در ایران، در الجزیره و سپس در افغانستان آغاز شد. در الجزیره به انجام نرسید، پس از یک کشتار بسیار سهمگین و خونریزانهی که در الجزیره در گرفت،
اون جریان جنبش دینی الجزیره شکست کرد. بسیاری از اون آدم ها از شمار کسانی بودند که سپس به افغانستان و به دیگر کشورها رفتند و جریان القاعده را پایگذاری کردند، در میان آدم هایی که در الجزیره نقش داشتند. در افغانستان برای دورانی موفق شدند و توانستند دولت طالبان را ایجاد کنند و میدان دادند، خانه دادند به القاعده و گروه های تروریستی از این دست. و سرانجام پس از رویداد هولناک سپتامبر 11 دولت طالبان در افغانستان فرو پاشید. البته طالبان همچنان برای گرفتن افغانستان با دولت افغانستان و با پشتیبانان اونها در جنگ هستند. اما به هر روی تنها جایی که این پروژه جنبش اسلامی دینی چیره شد ایران بود. ایران نخستین کشور جهان شد که یک دولت دینی در اون به وجود آمده بود و آشکارا می گفت که با دنیای غرب، با دنیای پیشرفته، با دنیای مدرن سر جنگ دارد و با هر چیزی که ارزش مدرنیته سر جنگ دارد. در آغاز هم به جز گرفتن سفارت که یک نمادی بود، کار نمادینی بود برای جنگی که با به اصطلاح شیطان بزرگ آغاز کرده بودند، در درون کشور به رهبری آیت الله خمینی به کشتار مخالفان دست زدند. آی خمینی به روشنی عنوان کرد که کشتن آدم ها از جمله به دست کسانی مانند آقای خرخانی بخشی از وظایف دینی است، بخشی از حفظ حکومت دینی است. تا اینجای جلو رفت که گفت در حفظ حکومت اسلامی حتی اصول دین رو هم میتوان، نماز و روزه و توحید و همه رو میتوان کنار گذاشت، چون حکومت اسلامی برتر از همه این هاست. این سخنان خود آیت الله خمینی بود. این آغاز جنبش اسلامی در خاورمیانه بود. این جنبش اسلامی شیعی به پدیدار شدن و توانا شدن یک جنبش اسلامی اهل سنت بیشتر با دیدگاه های سلفی وهابی انجامید. و امروز آنچه که ما در خاورمیانه شاهدش هستیم، فروپاشی کشورها، از میان رفتن اتوریته و قدرت دولتی، پیدایش سرزمین‌های بدون دولت و کوشش کسانی برای ایجاد دولت‌های اسلامی است. یک سوی آن ایران است که دولت اسلامی شیعی رو چیره کرده است و سوی دیگر آن داعش است که دولت اسلامی سلفی وهابی اهل سنت رو می‌خواهد بر بخشی از خاورمیانه چیره بکند. و جنگ مذهبی در خاورمیانه آغاز شده و در این جنگ مذهبی به هرچه رنگ مدرن دارد، به هرچه رنگ پیشرفته دارد اعلام جنگ شده. و در این راستاست که همان گونه که ایران به دنیای پیشرفته اعلام جنگ داد و با شیطانهای بزرگ و کوچک و متوسط به جنگ برخاست، امروز یک جریان تندروتری به نام داعش و گروه های اسلامی چیره در سوریه و عراق و شمال آفریقا و دیگر کشورها در یک جنگ مذهبی برای ساختن یک دولت اسلامی درگیر هستند. ما با چالش ساختن دولت های اسلامی روبرو هستیم. آنچه که امروز در یمن می‌گذرد جنگ تنها میان ایران و عربستان نیست، بلکه کوشش برای ساختن یک دولت شریعت است، دولت اسلامی است، میان کسانی که به شریعت شیعی باور دارند با کسانی که به شریعت اهل سنت و سلفی باور دارند یا وهابی. خاورمیانه در جریان جنگ مذهبی ویران شده است. 100 سال پس رفته، شاید بیشتر از 100 سال پس رفته. و این پیامی که چه از سوی زمانی دولت ایران و امروز بیشتر از سوی داعشی ها به جهان میرسد، این است که غرب غیر مسلمان، دنیای مدرن دشمن ماست و ما باید اونها رو به زانو در بیاوریم. پیامی است که از همون آغاز اسلام هم داده شد. از آغاز اسلام هم جنگجویان عرب با پیام اسلام دو امپراتوری رو به زانو در آوردند، امپراتوری ایران و روم رو، و اسلام رو گسترش دادند. البته خیلی زود دولت ساختند و راهی هم جز این نیافتند که در دولت سازی به
نخبگان امپراتوری هایی که اونها رو شکست داده بودند رو یاور شوند. امروز موضوع کاملا متفاوت است. امروز به شکرانه این دهکده جهانی، به شکرانه جهانی شدن و اینترنت و بسیاری چیزهای دیگر، این ارزش‌های واپس مانده با تندی و با شتاب در دنیا در حال گسترش است. مردمی که در اروپا با آغوش باز از مهاجران، شاید هم به دلیل منافع اقتصادی استقبال کردند. میلیون‌ها ترک مسلمان در آلمان زندگی می‌کنند و امروز نزدیک به 1 میلیون مردم از کشورهای اسلامی به آلمان دوباره کوچیدند. در سرتاسر کشورهای اروپایی، در فرانسه که میلیون‌ها نفر از مسلمانان آفریقای شمالی از الجزیره و مراکش و دیگر کشورها فرانسه را به خانه اول خودشون تبدیل کردند، در کشورهای مانند دانمارک که اصلا پیشینه استعماری هم نداشته، در خودشون رو باز کردند، در کشور رو باز کردند و با آغوش باز این پناهندگان و یا مهاجران رو پذیرفتند، البته منفعت هم برای اونها داشته. یا در بریتانیا که میلیون ها مسلمان پاکستانی و هندی و ایرانی و دیگر کشورها در اونجا میزیند یا عرب تبار در اونها زندگی می کنند. در همه این کشورها و از جمله در بلژیک، کشور کوچکی که شمار بسیاری از مسلمانان رو پذیرفته، پذیرای اونها بوده، امروز یک جنبش نیرومندی برای ویران کردن این کشورها در جریان است. اینکه کسانی بخواهند سوریه و عراق رو یک سرزمین خلافت اسلامی بکنند با همه پلیدی های اون، بر روی قابل فهم است. کشورهایی هستند که بیشتر مردم به باورهای اسلامی روی آوردند یا پذیرای اون شدند. ولی این که بخواهند کشوری مانند بلژیک و فرانسه و آلمان و دانمارک و دیگر کشورها رو با کارهای تروریستی و آدم کشانه ویران بکنند، شاید قابل فهم نباشد. ولی اینها برمیگردد به این کوشش کور، کوشش خونریزانه برای ایجاد دولت دینی. کجا در جهان تا به امروز دولت دینی، دولت اسلامی به وجود آمده است؟ ایران. بنابراین چندان به دور از راستی نخواهد بود اگر بگوییم که مادر پیدایش دولت‌های دینی و این چالش برای ایجاد حکومت‌های اسلامی در جهان در ایران خوابیده است. اگرچه ایران با باور دینی چیره بر ایران اقلیتی در میان مسلمانان جهان است، ولی ایران نشان داده به این مسلمانان دیگر کشورها که میتوان حکومت دینی داشت، میتوان حکومتی بر پایه شریعت و قصاص بنا کرد و ولی فقیه رو در بالای اون نشوند. حالا چه فرقی هست میان ولی فقیه و خلیفه؟ هیچ تفاوت بنیادی در این دو چشمنداز نیست. ایران به دنیای اسلامی نشان داده که میتوان یک حکومت دینی ایجاد کرد و این حکومت دینی میتواند به شکرانه درآمد نفت و درآمدهای دیگر پابرجا بماند و پابرجا مانده است و اندی سال است. و همچنان حتی زمانهایی که یک کوششی برای رفرماسیون یا استعادی در جامعه انجام می شود، همین پیدا شدن دولت آقای روحانی که بنا بود دولت رحمانی باشد، دولت اعتدال باشد، کنار بیاید با غرب، ببینید که تا چند اندازه گستاخانه رهبر تو دهنی به این رئیس جمهوری که رأی مردم را آورده می زند و صدای این آدم هم بلند نمی شود. در واقع پیام آقای خامنه‌ای به این حکومت کنونی ایران، دولت کنونی رسمی ایران، در این است که فراموش نکنید کی خرست و کی خرسوار. آقای خامنه‌ای خرسوار است. ایشانن که کشور رو میگردانند با سپاه پاسداران و با دیگر همپیمانانشون. و تا به امروز نشده که در میان این اصلاح طلبان، از آقای خاتمی گرفته تا این خانواده بزرگ اصلاح طلبان و سرانجام هم آقای روحانی، جرأت بکنند گستاخی داشته باشند که در برابر یکی از پرخاش‌های رهبر ایستادگی کنند. هر بار که ایشان گفته بپر، اینها گفتند تا چند اندازه، چند متر.
واقعیت این است که این پیام حکومت دینی به دنیای اسلامی گسترش یافته. مهم نیست که حکومت دینی ایران حکومتی شیعی است و بیشتر مسلمانان جهان اهل سنت هستند. مهم این است که این الگو رو، این نمونه رو، این مدل در واقع فرمان روایی رو نشان دادند که شدنی است. نشان دادند که طالبان اگرچه آمدند و رفتند، ولی نمونه ایرانی اون، نمونه حکومت دینی جمهوری اسلامی توانسته خودش رو نگه دارد. و این پیامی است که به دنیا فرستادند. من نه این است که میگویم اندیشه های داعشی از ایران برخواسته، ولی این تصور که میتوان یک حکومت دینی حالا در ایران در قالب ولایت و در کشورهای اهل سنت در قالب خلافت برپا کرد، پیام از ایران آغاز شده. موفقیت اون رو ایران نقشه برداری کرده. اگرچه داعشی ها با جمهوری اسلامی درگیری و دشمنی دارند و با اونها یکی نیستند، ولی این مدل حکومتی رو در واقع اونها قدیدار ساختند. بنابراین این کوشش دولت های غربی برای از میان بردن داعش در سوریه یا عراق از راه بمباران هوایی یا جستجو و کشتن رهبران اونها، که امروز خبر رسید که نفر دوم داعش رو کشتند، نیروهای ویژه آمریکایی اون رو با او درگیر شدند و کشتند، و چه بسا فردا خبر برسد که رهبر داعش رو کشتند، هیچ تفاوتی، هیچ دگرگونی در این بحرانی که جهان رو فرا گرفته و ویژه خاورمیانه رو فرا گرفته ایجاد نمی کند، مگر اینکه این خاورمیانه به خود بیاید و بپذیرد که با یک سرطان روبروست، با یک بیماری هولناکی روبروست که این خاورمیانه رو میتواند از میان ببرد، و این بیماری هولناک کوشش برای ایجاد حکومت‌های دینی است که در ایران به انجام رسیده و ما پیامد اون رو 30 سال است که بر رگ رگ بدن خود احساس میکنیم، میبینیم، میکشیم، میچشیم و شوربختا که راهی برای گریز از اون هنوز نیافتیم. و در دیگر بخش های خاورمیانه و شمال آفریقا مدل خونریزانه تر داعشی اون در حال آزمایش است. پیدا شدن حکومت های دینی، حکومت هایی که بر پایه شریعت میخواهد دنیا رو اداره بکند. و طبیعی است که در همه این کشورهای اروپایی که یک اقلیت های نیرومند مسلمان به وجود آمده است، اونها هم میخواهند در اونجایی که هستند این ارزش های دینی خودشون رو چیره بکنند. برخی از راه آموزش این رو مطرح میکنند که مثلا در محله هایی که در بریتانیا یا لندن مسلمان نشین هستند یا در سوئد مسلمان نشین هستند، اینها شریعت رو به جای قانون ازش بهره بگیرند. برخی از سیاستمداران اروپایی هم یک گرایش هایی، کرنش هایی نسبت به این مسئله دارند. ولی پایانی به این نخواهد بود مگر آنکه در میان مسلمانان جهان دفتر حکومت دینی بسته بشود. از راه بمباران داعش از میان نخواهد رفت. از راه تحریم جمهوری اسلامی از میان نخواهد رفت. از راه جنگ جمهوری اسلامی یا اندیشه حکومت دینی از میان نخواهد رفت، بلکه با خیزش جامعه مدنی این کشورها، با پیدا شدن اندیشه های ماندگار سکولار و مدرن و قانونگراست در میان مسلمانان که میتوان دفتر حکومت های دینی رو بست و گفت که خیر، دیگر بس است، ما حکومت دینی نمیخواهیم، ما حکومت مدرن میخواهیم، همان گونه که مردم مسیحی در اروپا توانستند حکومت های مدرن ایجاد کنند، حکومت های دموکراتیک ایجاد کنند، همان گونه که در اسرائیل با همه اختلاف هایی که می توانید با سیاست های این دولت در برابر فلسطینی ها و مخالفان داشته باشید، دست کم می دانید در درون اسرائیل یک نوع دموکراسی در میان گروه های سیاسی اونجا چیره است، انتخابات برگزار می شود، برابری حقوقی میان زن و مرد وجود دارد، چرا در میان مسلمانان نمی تواند چنین باشد؟ چرا 1,200,000,000 مسلمان جهان نمی توانند در یک فرهنگ دموکراسی، در یک فرهنگ مدرن، در یک جامعه پیشرفته زندگی بکنند؟
مگر از بنیاد این ایده ها با یکدیگر متفاوت است؟ شاید هم باشد، شاید هم ارزش هایی در درون دنیای اسلامی وجود داشته باشد که اگر رفرمی در این ارزش ها به وجود نیاید، پدیدار نگردد، ساختن یک جامعه مدرن سکولار و ماندگار و دوری جستن از حکومت های دینی ناشدنی باشد. شاید چنین هم هست، ولی هیچ دینی با نمیتواند به طور ذاتی با ارزش های مدرن ناسازگار باشد، مگر اون خانشی که کسانی از این دین میکنند. چون همه ادیان، همه کتاب های آسمانی این توانایی خانش های متعدد و چندگانه رو دارند. شما میتوانید در انجیل و تورات و قرآن آن چیزی رو که علاقمند هستید بیابید و دیگران هم میتوانند آن چیزی که اونها بهش علاقمند هستند بیابند. چرا دنیای اسلامی نمیتواند این ایده پیدایش حکومت دینی رو به قول علما سه طلاقه بکند، از اونها پرهیز بکند، یک ارزش های نوعی رو به وجود بیاورد؟ ما داشتیم تجربه با آزمون انسان هایی که با همین باورهای دینی در کشورهای مدرن زندگی کردند و اونها رو پذیرفتند. در همین ایالات متحده آمریکا، در کشورهای اروپایی مسلمانان زیادی هستند که باور به اسلام دارند، مسجد می روند، نماز می خوانند، روزه می گیرند، ولی ارزش های قانونی جامعه رو که در اون زندگی می کنند پذیرفتند و در اون شرکت می کنند. در پارلمان انگلیس، در کنگره آمریکا، در شهرداری ها، در ارتش ایالات متحده آمریکا، در ساختارهای پلیسی این کشور بیش از 1000 افسر پلیس در پلیس نیویورک هست که مسلمان هستند. 1000 مسلمان در نیروی پلیس نیویورک هست. بنابراین می توانند مسلمانان هم مانند مسیحیان و یهودیان و بودایی ها و بیدینان ارزش دنیای مدرن رو بپذیرند و با دنیای مدرن زندگی بکنند، باور دینی خودشون رو هم داشته باشند. این چه بلایی است که بر سر خاورمیانه و شمال آفریقا آمده که از یک سر در شرق این دنیای اسلامی ایران و افغانستان و پاکستان هستند و در غرب اون شمال آفریقا است که این وضعیت لیبی و مراکش و مصری که دیدیم میخواست به دموکراسی دست بیابد، ولی رفت و چنگ به دامان اخوان المسلمین زد و امروز یک حکومت تبهکارتر از تندروتر و خشونت آمیزتر از دوران مبارک رو آزمون میکنه و میستایه. و یا سوریه که دیگر کشوری نیست. در بخش دوم برنامه به این خواهم پرداخت که اقلیم کردستان سوریه اعلام عملا استقلال کرده، عراقی که در واقع به سه کشور تقسیم شده، کردها تبل خودشون رو میزنند و سنی و شیعه هم در حال جنگ هستند، یمن که دیگر کشوری نیست و مجموعی این خاورمیانه. همه اینها در سودای پیدایش حکومت دینی است. به این باید پایان داد. دنیای غرب باید به این یاری برساند، یاری برساند به پایان دادن به این کوشش و جنبش اسلامی برای ساختن دولت‌های دینی. ولی راه حل تنها و تنها از درون این کشورها، از میان خود این مسلمانان برمی‌خیزد. دین 1,200,000,000 مسلمان رو نمیتوان یک شبه دگرگون کرد و نباید هم دگرگون کرد. دین مردم دین آنهاست، اما ارزش ها رو باید دگرگون کرد و این کاری است که روشنفکران، نخبگان، اندیشمندان مسلمان میتوانند بکنند. اونهاست که باید با این جنبش مذهبی در بیفتند، از جمله در خود ایران در بیفتند و بگویند که کافیست، بس است، 30 سال آزمون حکومت دینی که کشور ما رو تباه کرده، میلیاردها دلار درآمد نفت رو به هدر داده، ویران کرده در واقع این تمدن رو، باید به این پایان داد، از این باید گریخت و این رو تبدیل کرد به یک برگ بسیار شوم و دردناکی در تاریخ ایران که در موزه ها مردم بروند و ببینند و بگریند و بگویند که دیگر بس است، ما چنین پدیده و پلیدی رو نمیخواهیم. همون گونه که مردم به موزه های جنایات نازی میروند، به موزه های جنگ جهانی دوم میروند و میگویند
خوشبختا که امروز ما دچار چنین گرفتاری ها نیستیم. این مردم این کشورها هستند، از جمله به ویژه مسلمانان این کشورها، که باید به خود بیایند و بگویند که ما بیزار هستیم از این مدل های حکومتی و از این مدل های سیاسی، و اینها رو طرد کنند، از میان ببرند، تبدیل کنند به جریان های بسیار بسیار کوچک. ولی راستی جز این است امروز. نگاه کنید به این آدم کش هایی که در بروکسل مردم بیگناه رو کشتند، آدم کش هایی که در پاریس مردم بیگناه رو کشتند، برخی از اونها در محله مسلمان نشین پیرامون بلژیک بروکسل امنیت داشتند، در میان مردم میزیستند و اونها میدانستند و میدانند اینها چه کسانی هستند. و این دردناک است، نه اینکه آدم جنایتکار در کشورهای مختلف یافت نمی شود، در اینکه جامعه‌ای به این جنایتکاران پناه می دهد و اینها را از خود می داند و تا حدودی شادی می کند هنگامی که اینها چنین کارهایی رو می کنند، این است که پلید است و تباه و تبهکارانه. این است که پاسخی به اون نمی توان یافت. مردمی که با پای خودشان می روند و به ساختن جمهوری اسلامی رأی می دهند و حجاب رو به طور اجباری بر اونها تحمیل شده میپذیرند، تا بیدار نشوند گریبان خودشون رو از این شر رها نخواهند کرد. دردناک است که یکی از برنامه ریزان ترور بزرگ پاریس بازگشته و در بروکسل در پیرامون خانواده و دوستانش در امنیت محله مسلمان نشین زندگی میکرده. این حکم محکومیت یک جامعه است، نه یک فرد. جامعه که اون رو بهش پناه میده، میپذیره که آدم کشی چون از دین ماست، از ماست، به جای اینکه به پلیس رجوع کنه بگه این آدم کش رو بگیرید، این از ما نیست. و این گرفتاری بزرگ فرهنگی و ارزشی خاورمیانه و از جمله خود ایران است. نگاه کنید از جمله به همین گاه نوشته هایی که در رسانه ها به چاپ میرسد، کسانی گناه جنایات داعش و حتی رفتار جمهوری اسلامی رو به پای رفتار استعمار می نویسند، می گویند اگر انگلیس و آمریکا چنین و چنان نکرده بودند، اینها چنین و چنان نمی کردند. گویا 28 مرداد بوده که باعث شده واکنش جمهوری اسلامی به وجود بیاید، حکومتی که نه بهایی به مصدق می دهد، نه اصلا دوستدار مصدق و ملی شدن صنعت نفت است. اینها رو به هم وصل می کنند، نشان می دهد که ما با یک گرفتاری بزرگ ارزشی و فرهنگی در این جامعه روبرو هستیم، در این جوامع روبرو هستیم، که مردم به دلیل اشتراک دینی با این آدم کش ها یک گونه همانی احساس می کنند، هم سرنوشتی احساس می کنند. اینها از مسلمانان خود ما هستند که دارن حالا انتقام کارهای گذشته این دولت‌های استعماری و امپریالیستی رو از اونها می‌گیرند. مردم بیگناه رو در ایستگاه متروی بروکسل، در یک محل کنسرتی در پاریس، در رستورانی در پیرامون پاریس، در خود پاریس، در ایستگاه در فرودگاه بروکسل و دیگر کشورها، دیگر شهرها میکشند، چون اونها آمدند و کشورهای ما رو مستعمره کردند، ستم کردند، مال ما رو بردند، غارت کردند. این انتقام اون کارهاست. کجا انتقام اون کارهاست؟ چرا باید تا این اندازه به فرومایگی در غلطید که این جنایتکاری ها رو به حساب همدینی و همکیشی گذاشت و به اونها پناه داد و اونها رو توجیه کرد؟ کاری که داعشی ها می کنند، کاری که خلخالی کرد، کاری که آدم کشان جمهوری اسلامی یا حکومت ولایت فقیه کردند و می کنند، و کاری که حکومت داعشی انجام می دهد و آدم کشان هوادار حکومت دینی داعشی انجام می دهند، جنایت است و هیچ چیز دیگر نیست. هیچ توجیه هم برای اونها، هیچ فلسفه‌ای هم برای توجیه اونها نمی توان بافت، هیچ پیشینه تاریخی هم نمی توان یافت و توضیح داد که چون در فلان سده گذشته فلان دولت بزرگ جهانی به فلان جا حمله کرده است، امروز میتوان چنین کرد. اگر چنین باشد، مردم هند حق دارند
خاک انگلستان رو توبره کنند، هر گوشه انگلستان بمب بگذارند. چرا نمی کنند؟ چون چنین چیزی اصلا در تاریخ و منطق وجود ندارد که به دلیل یک تبهکاری شما به یک تبهکاری دیگری دست بزنید. تبهکاری رو باید کنار نهاد، چون هیتلر و آلمانی ها میلیون ها یهودی و غیر یهودی رو در کوره های آدمسوزی کشتند، به این معنا نیست که باید گروهی از آلمان ها رو هم در کوره آدمسوزی کشت، سوزاند. چنین نیست، باید اون تبهکاری رو باش بدرود گفت، باید درس گرفت و این رو برگ بسیار دردناکی از تاریخ زندگی انسانی قرار داد و گفت که چنین کارهایی تبهکارانه است، نادرست است. چون چنگیز به ایران حمله کرد، بنا نیست ایرانیان به مغولستان حمله کنند، بلکه این برگ‌های دردناک تاریخ رو باید با منطق و خرد بست، نتیجه گرفت و برای زندگی بهتر همه ایرانیان و جهانیان از اونها درس گرفت. این سودای حکومت دینی است که خاورمیانه رو با این بحران روبرو کرده، نه یک گروه آدمکش. اینها گروه آدمکشی هستند، ولی این گروه آدمکش بر یک جنبش نیرومند اسلامی روبروست و این جنبش باید شکست بخورد. این جنبش باید پایان بیابد و این جنبش از راه غربی ها شکست نخواهد خورد، از راه بمباران شکست نخواهد خورد، از راه محاصره اقتصادی شکست نخواهد خورد. این جنبش از راه درونی، از راه دوری جستن، بیزاری، انزجار از این نوع ارزش ها شکست خواهد خورد و این چیزی است که باید در دنیای اسلامی رو وجود بیاید. اون رفرماسیونی که دنیای اسلامی باید به اون دست بزند، بیزاری و دوری جستن از این ارزش ایجاد یک حکومت دینی در دنیای مدرن است که جز جنایت و کشتار و تبهکاری و کارهایی که میبینیم و میشنویم و رنج میبریم از اونها، پیامد دیگری نخواهد داشت. بخش بسیار کوتاهی خواهد بود. دوست گرامی آقای مشکینیار از استودیو با من تماس گرفتن و گفتن که با این دگرگونی هایی که من در استودیوی خانه خودم ایجاد کردم، چهره من خیلی زیادی نورانی شده، یعنی نور خیلی بالاست. این رو از شما بخشندگی میخوام یا بخشودگی میخوام، میبخشید که این به وجود آمده. امیدوارم که با یاری ایشان، چون ما نخستین برنامه بود که با این دکور تازه و نور تازه و یه تغییرات جدیدی نوروزی خانه تکانی در استودیو خانه خودم آغاز کردم، این است که با ایشان همراهی خواهم کرد و از برنامه هفته آینده امیدوار هستم که این چهره من نورانی نباشه، چون من از چهره نورانی زیاد خوشم نمیاد و این برمیگردد به همین بحث حکومت دینی و شریعت و مسائل از این قبیل و ما رو با نورانی بودن آقای احمدی نژاد در سازمان ملل یه مقدار همسو و همسنگ میکنه و این چندان خوشایند من نیست. از شما پوزش میخوام و امیدوار هستم که این نار در واقع روشن بودن زیاد برنامه رو بر من ببخشید. خب در واقع یک گفتگوی بسیار کوتاهی، سخن بسیار کوتاهی در بخش دوم برنامه در این 5 دقیقه که از این برنامه باز مانده میپردازم و هفته آینده بیشتر اون رو باز خواهم کرد. یکی از پیامدهای بسیار دردناک این جنبش اسلامی دینی در خاورمیانه، از جمله پیدایش حکومت اسلامی در ایران و سرانجام سربلند کردن جنبش اسلامی در عراق و سوریه و دیگر کشورها، این است که دمل چرکین قومگرایی بار دیگر باز شده و پدیدار گشته. ما در دوران ایران مدرن این پدیده قومگرایی رو به نظر می آید که به گور سپارده بودیم، یعنی به نظر می آمد که ما در ایران اصلا گفتگویی بر سر اقوام نداشتیم. ما ایرانی بودیم، ما زبانهای مادری گوناگون با فرهنگهای در هم تنیده، با تاریخ بسیار بسیار به هم پیوسته، با حکومتهایی که بسیاری از اونها، بیشتر اونها ترک و ترکمان و غوز و اویغور و مغول بودند و به نظر می آمد که در دوران مدرن ما اینها رو پشت سر گذاردیم و
انسان ها رو بر اساس توانایی های خودشون میخواهیم داوری کنیم، البته با همه گرفتاری هایی که خودکامگی و فساد در ایران داشته. ولی به هر روی پدیده های قومی در ایران خاموش شده بود. نه این است که برابری های کامل به وجود آمده بود، ولی به هر روی به نظر می آمد که در ایران، عراق، سوریه و دیگری کشورها با این جریان های قومی روبرو نباشیم و بیشتر دغدغه مردم خاورمیانه بر سر دموکراسی، آزادی، حقوق، قانون و برون رفت از فساد اقتصادی و اداری و به ویژه سکولاریزاسیون بود، حکومت های سکولار. در این زمینه بود که خاورمیانه در حال تب و تاب بود و بنا بود که در این راه گام برداریم. نقدی هم که به حکومت گذشته ایران میشد در این بود که نه در این بود که اینها سکولار نیستند، در این بود که فقدان دموکراسی است، فساد اداری و سیاسی و دولتی و اقتصادی در ایران وجود دارد و چیزهایی از این دست. امروز ما با سربلند کردن جریان های قومی روبرو هستیم، تا جایی که چند روز پیش در سوریه کردهای شمال سوریه هم مرز ترکیه عملا اعلام استقلال کردند، دولت فدرال خودشون رو تشکیل دادند و آب از لب و لوچه گروه های قومگرای کرد ایرانی بیرون از کشور هم شروع به بارش کرد. اصلا اینها در یک شعفی به سر میبرند. اعلامیه مشترکی هم چند گروه کرد دادند که بله این است نمونه. در ایران هم ما شاید باید چنین بکنیم. البته این رو نگفتند ولی این نهفته در نگاه اونها است. این برآمدن جریان قومگرایانه در برابر ناسیونالیسم ملی، در برابر احساس یگانگی ملی، پیامد فروپاشی دولت ملت ها در این کشورها و سربلند کردن جنبش های مذهبی است، جنبش دینی است. در خود ایران هم براستی باید گفت که تیشه به ریشه وحدت ملی حکومت دینی در ایران زد. حکومت دینی در ایران بود که آمد و گفت ما ملت ایران نیستیم، ما امت اسلامی هستیم، ما بخشی از این امت بزرگ اسلامی هستیم، ایران دارای ارزش چندانی نیست، یک سنگی است در این ساختمان بزرگ اسلامی. و بنابراین راه رو گشودند، باز کردند برای سربلند کردن گرفتاری های قومی که در همه این کشورها وجود می داشته و سرکوب شده و اینک میدان بازی پیدا کرده. خاورمیانه امروز درگیر نه تنها یک جنبش نیرومند دینی است، بلکه درگیر یک جریان نیرومند قومگرایانه است که رفته رفته به ایران هم کشیده. در ایران هم نشانه های از اون رو ما میبینیم. فارس ستیزی از سوی گروهی از پانترکیست ها، ترک ستیزی از سوی کسانی از پان ایرانیست ها، حالا منظورم حزب پان ایرانیست نیست، اندیشه های از این دست است و چیزهایی از این دست. دشمنی با اعراب به دلیل رفتاری که عربستان انجام میداد و خیلی چیزهای دیگر ما رو در یک دنیای تازه فرو برده، ما رو با یک گرفتاری های تازه روبرو کرده. ما از یک سوی با فراز حکومت های دینی یا چالش های مذهبی روبرو هستیم و سوی دیگر پدیدار شدن قومگرایی. هفته آینده من به درازا به این خواهم پرداخت و زیانهای ویرانگرایانه قومگرایی رو در ایران و دیگر کشورها با شما در میان خواهم گذاشت. و هفته آینده روز روزگار بر شما خوش بود.